مجله چشمانداز ایران در تاریخ دی و بهمن 1402 دومین بخش از مصاحبه خود با ابوالحسن طالقانی را منتشر کرده است. این خاطرات صرفاً جنبه سیاسی ندارند و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه آن روزها را نیز شامل می‌شوند. همانطور که در ویدئوی قبلی گفتیم، چشمانداز ایران از پارسال به انتشار خاطرات سید ابوالحسن طالقانی، پسر ارشد آیت الله طالقانی پرداخته است. ابوالحسن طالقانی که متولد 1324 است، به شیرینی از خاطراتش می‌گوید و مهدی غنی آنها را به نظم و نثر درآورده است. بخش دوم این مجموعه که در شماره 143 چشمانداز ایران آمده است با عنوان همراه با آیت الله به سخنرانی طالقانی در زنجان برای ارتشی ها و تقدیر وی از آنها می پردازد. این عمل کار عجیبی به نظر می آید که روحانی چون طالقانی برای تشویق ارتشی ها انجام می دهد. آن هم در سال 1325. البته شما می توانید تصاویر مربوط به این موضوع و موضوعات دیگر را در سایت کتابخانه آنلاین طالقانی و زمانه ما تماشا کنید. ابوالحسن طالقانی در تشریح این رویداد به مأموریتی که آیت الله بروجردی به طالقانی در این خصوص داده بودند اشاره دارد و تاکید می‌کند، چون این مأموریتی به این دلیل به طالقانی داده می‌شود چون او برخلاف سایر آخوندهای دیگر جنبه سیاسی داشته است. همچنین شما می توانید در این گفتگو ماجرای تأسیس شرکت سهامی انتشار و تأثیر طالقانی در این اتفاق را هم بخوانید که البته چند خاطره کوچک و مرتبط هم با این موضوع نقل شده است. خاطرات شخصی ابوالحسن نیز در بین سطور این شماره دیده می شوند، همچون گذر روزهایش در دبیرستان کمال، مانند رابطه نفوذی ها و ساواکی ها و معلمان. در این شماره او به برگزاری نمازهای عید فطر قبل از دهه 40 و تبعات آن رویدادها نیز اشاراتی می‌کند. شاید از همه جالبتر خاطراتی است که او از پدر و برخوردش با فرزندانش می‌گوید که خواندنش خالی از لطف نیست. بالاخره سید محمود طالقانی با سابقه درخشان مبارزاتیش پدری بوده است که از این جنبه کمتر شنیده شده است. با مجتمع فرهنگی طالقانی با این مجموعه مصاحبه ها در شماره های بعدی همراه باشید.